جناب آقای دکتر محمدی، شما متخصص ترک اعتیاد هستید یا ترجیح بر این بستید که تخصص پزشکیتون رو در این راستا متمرکز کنید؟ چرا ما نخستین کشور پرمصرف مواد مخدر هستیم؟ چرا چه مافیایی دستن در کارند؟ اعتیاد در ایران جمعیت بسیار وسیع رو متاسفان درگیر خودش کرده. جمعیت بسیار وسیع، گستاخی منو ببخشید در همین ابتدای سخن، جمعیت بسیار وسیع یعنی چی؟ یعنی کارگر هست، دانشجو هست، مهندس هست، پزشک هست، این تنوعش به کجاها راه میبره؟ دقیقا بحث اعتیاد در جوامع مختلف و از جمله ایران بس گسترده و وسیعیه و به همین خاطر ما میگیم اعتیاد دیگه و هر در واقع معضلی که یا هر تهدیدی که تمام اقشار جامعه رو در بر بگیره ما یه تهدید امنیت ملی میدونیم. اینو وقتی به قول شما کارگر و دانشجو، دانش آموز و نظامی و شخصی و راننده و تحصیل کرده و پزشک و مهندس و یعنی واقعا اینا رو دارید آید؟ بله بله، تمام اینا رو ما تجربه کردیم در کلینیکای در اعتیاد. نظامی اومده، بله، پاسدار اومده، سپاهی اومده، زن، مرد، دانش آموز، دانشجو. دقیقاً به همین وسعت تمام جمعیت ایران در معرض خطر قرار گرفته و سالیان سال من حدود 28 سال در این زمینه تجربه دارم و اقشار مختلف جامعه رو من به صورت بیمار اینها رو ویزیت کردم، احیانا درمان کردم و متاسفانه آمار بسیار بالاست و این مشکل میره که ریشه واقعا مملکت رو بخشکونه. حالا مافیایی که پشت بند این قضیه وارد کننده مواد مخدر در کشور یا این که ترانزیت مواد مخدر رو از مرزهای شرقی میگیره تا مرزهای شمال غرب طرف اروپا، این وسط هم ریزش های زیادی داره و به نظر من خیلی هم حساب شده هست. یعنی بس 1 کیلو، 2 کیلو، 10 کیلو نیست، شاید روزی 10 تن مصرف مواد مخدر ما داریم. یعنی 10 تن نیسان پر مواد مخدر میاد تو این مملکت روزانه مصرف میشه. بس این نیست که چند گرم تریاک از طریق در واقع پیکان و فلان اینها، یعنی این خیلی هماهنگ شده. متاسفانه این مواد وارد این مملکت میشه و بازار مصرف خودشو پیدا کرده. در همین تهران بسیار آمار اعتیاد بالاست، شاید من بگم 10 میلیون حداقل در ایران مصرف کننده دائمی مواد مخدر داریم. ای دکتر پوزش میخوام ببینید، مثلا اگر ما برای نفت یه جایگاه اقتصادی قائل بشیم، برای پسته و فرش و اینها جایگاه اقتصادی مواد مخدر چند از هست؟ بسیار بالا، بسیار بالا، در اینقدر بالا شاید بعد از نفت و بالاتر از اسلحه و یا بعد از نفت و اسلحه ما بیشترین گردش اقتصادی و بیشترین گردش مالی و پولی در حوزه مصرف مواد مخدر داریم. آقای خامنه‌ای گوش کنید، بعد از نفت و اسلحه مواد مخدر، چرا جوانهای ما خمارن؟ شما نیاز دارید برای اینکه جوانهای ما خمار باشن؟ آقای دکتر شما توی این 20 و چند سالی که توی این کار متمرکز شدید با افراد زیادی سر و کار داشتید، سوال میخوام بکنم، از روحانیان هم شما مراجعه میکردن؟ بله، متاسفانه با لباس شخصی، با لباس شخصی مراجعه میکردن. بله، قاضی داشتم، پزشک بوده، کارگر بوده، طلا فروش بوده و فرمانده های بالای نظامی چه در ارتش و چه در سپاه بوده و اینها رو قاضی معتاد. قاضی معتاد، ببینید آقای دکتر محمدی متخصص، سخن من اکنون فقط در وادی تخصص ایشونه، نمیخوام خدای نکرد ایشون رو وارد این فضای بکنم که جلوه دیگری داشته باشه. ایشون داره میگه قاضی پیش من آمده برای ترک اعتیاد و این قاضی معتاد حکم صادر میکرده. مثلا خلبان هم داشتید شما؟ دقیقا خلبان مسافر بری؟ بعد خلبان من معتاد داشتیم و نظامی های ارشد من داشتم در بین بیماران. ملاها با لباس شخصی، سردار سپاه و
و بعد خلبان قاضی می آمدن برای ترک اعتیاد. حالا اینا این کسایی هستند که آیا دکتر آمدن برای ترک اعتیاد؟ بسیاری هستن که اصلا مراجعه نمی‌کنن. بله دقیقا. شاید ما همیشه میگیم که این چیزی که ما میبینیم مثل نوک کوه یخ اقیانوسه، یعنی 20% شما مشاهده کردیم. آقای دکتر من فکر میکنم که مافیای مواد مخدر همیشه از شما جلوترن. نیستم؟ همیشه چند قدم جلوترن. از ایجاد کد مبارزه با مواد مخدر ما همیشه چند قدم جلوتر بودن و هستند. و اگر ما یک سری تدابیری که بعضی از مسئولین دلسوز انجام نمیدادن، آمار ایدز ما از کشورهای اروپایی و آمریکایی بسیار بیشتر. ایدز و هپاتیت داشت مملکت رو میخورد که ستاد مبارزه با مواد مخدر تدبیری اندیشید و مراکز درمان در واقع سوء مصرف مواد از طریق متادون رو در واقع پیشنهاد کردن. بله پیشنهاد کردن و راه اندازی کردن و این باعث شد که ما معتادهای تزریقیمون کمتر بشه و اینها با متادون خودشون جمع جمع. آقای دکتر من توی زندان پوستر دیدم که توی اون پوستر میگه از یک سرنگ دو نفر استفاده نکنن، یعنی داخل زندان یک چنین چیزی رایج احتیاط که باشه. الان 10 میلیون آمار کمی نیست، 10 میلیون خانواده در نظر بگیر، یعنی 10 میلیون خانواده متأثر از اعتیاد یک نفر هست. و بعد شما آمار طلاق رو نگاه کنید، بیکاری ها عمدتاً هم در خانواده های معدوم اعتیاد سربر می آورد. خب آینده اعتیاد رو در این جامعه چی می بینید؟ آیا آهنگی هست برای ریشه‌کن کردن اعتیاد؟ با توجه به این مافیایی که ما ازش اسم بردیم بعید می دونم، چون خیلی اینها با قدرت و با اسلحه و با پول با گردش مالی زیادی که داره خیلی براشون جذابیت داره و حاضر نیستن دست از این برنامهشون بردارن. در تایید فرمایش شما واقعا اعتیاد امراضه و تمام آسیب‌های اجتماعی امروز مملکت ما 90% و بیش از 90% ریشه در اعتیاد داره. همین طلاق، فساد، فحشا، دزدی و کمکاری، اختلاس میتونه و حکمای آنچنانی، رشوه‌های آنچنانی ریشه در اعتیاد فرد داشته باشه. و یک این فرد، من از شما میخوام اجازه بگیرم از آقای دکتر یه سوال بکنم. آقای دکتر میگه در مراجعین من قاضی هست، خلبان هست، مهندس هست، پزشک هست، دانشجو هست، دانش آموز. ولی میخوام آقای یه سوال بکنم. آقای دکتر نماینده مجلس هم هست؟ بله. نماینده مجلس میخواد قانون وضع بکنه و معتاده. قاضی حکم صادر میکنه و مبتاده. ملا ای بسا آیت الله که روش نشده مراجعه بکنه و فتوا صادر میکنه. این نشون میده که اعتیاد چنگ زده به ارکان اصلی این نظام. نماینده مجلس مبتاده و میاد قانون وضع میکنه. خب چرا رشوه نگیرن اینها؟ چرا ذلیل نباشن؟ من اطمینان دارم نماینده های مجلس هر کدوم در سپاه پرونده دارن با اعتنا به اون ضعف هایی که دارن تحت نفوذ قرار میگیرن و ازشون استفاده میشه. خب باز هم برای ما بگید از ناهنجاری که تو این زمینه هست. بحث اعتیاد واقعیتش اینه که با تمام زوایای زندگی خانواده ها و جامعه ارتباط پیدا کرده و با توجه به اینی که خدمتتون عرض کردم ریشه اکثر آسیب‌های اجتماعی میتونه در اعتیاد باشه، این میتونه تمام مملکت ما رو به باد بده. کما اینی که همینجوریش هم به آسیب‌های خود رو رسونده و خیلی هم آسیب‌هاش جدی بوده. بیشتر معتاد جوان هم آقای بوده؟ بله بیشتر معتاد جوان هم. من یاد اسطوره‌ای به اسم ضحاک مردوش میفتم که 1000 سال بر ایران حاکم بود و برای آرام گرفتن مارهای شانش مغز دو جوان رو که سر می بریدن مغز دو جوان رو می دادن.
خب هزار سال جوانهای ایرانی رو سر بریدن و مغزشون رو. چرا نگفتن مغز انسان و پیر زن مرد؟ ولی میگفتن جوان.